سریلانکا در پی حمله‌های مرگبار روز یکشنبه به چندین هتل و کلیسا وضعیت اضطراری اعلام کرد. بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌هایی که به یک گروه اسلام‌گرای افراطی نسبت داده می‌شود، بیش از 300 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مردم سریلانکا روز سه‌شنبه همزمان با خاکسپاری شمار زیادی از قربانیان و به احترام جانباختگان حمله‌ها لحظه‌ای سکوت کردند. مسعود ملک گزارش می‌دهد. ادای احترام مردم سریلانکا به قربانیان حمله ها و انفجارهای مرگبار روز یکشنبه که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت و کشور را در بهت فرو برد. حملات روز یکشنبه مرگبارترین رویدادی است که سریلانکا پس از جنگ جهانی دوم به خود می‌بیند. تصاویر اندوهبار خاکسپاری شماری از قربانیان بمب‌گذاری و انفجارهایی که در روز عید پاک شماری از هتل‌ها و کلیساها در کولومبو پایتخت را هدف قرار داد منتشر شده است. بابی جوزف گومز پدری است که پسر بزرگ، عروس و 5 نوه‌اش را در یکی از انفجارها از دست داد. من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم. اون فرد رو باید کشت، نباید بخشید. یک سخنگوی پلیس سریلانکا از دستگیری ده‌ها مظنون به اتهام ایفای نقش در بمب‌گذاری‌های مرگبار روز یکشنبه خبر داد. مقام‌های سریلانکا انگشت اتهام را به سوی گروه اسلام‌گرای افراطی جماعت ملی توحید نشانه گرفته و میگویند 7 عضو این گروه در عملیاتی هماهنگ شده 4 هتل و 3 کلیسای بزرگ را هدف بمب‌گذاری انتحاری قرار دادند.